اگر به روز رسانی اندروید 10 براتون در دسترس قرار گرفت، در دریافت و نصب اون تعلل نکنید. در ادامه ویژگی های اندروید 10 در این ویدیو به قابلیت های دیگه این سیستم عامل اشاره میکنیم. یکی از بهترین و کاربردی ترین ویژگی های اندروید 10 قابلیت زیرنویس همزمان یا لایف کپشنز نام داره، به این صورت که اگر هر ویدئوی درون گوشی شما در حال پخش باشه، شما قادر خواهید بود همزمان با اونچه که در ویدئو گفته میشه زیرنویس اون رو مشاهده کنید. نکته بسیار خوب در رابطه با این قابلیت کارکرد اون در حالت آفلاینه، یعنی برای دسترسی به زیرنویس ویدئوها نیازی به برقراری اتصال اینترنتی نیست و کاربر به صورت آفلاین هم میتونه از این قابلیت بهره ببره. این ویژگی به خصوص برای افرادی که مشکل شنوایی دارن بسیار ضروری و کاربردیه. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. کاربران در شخصی سازی رابطه کاربری اندروید 10 بیش از هر زمان دیگه ای آزادی عمل و حق انتخاب دارن. به صورت پیش‌فرض رنگ رابطه کاربری سیستم عامل اندروید آبی رنگه، اما در اندروید 10 میتونین اون رو تغییر بدین و به رنگ‌های دیگه‌ای مثل مشکی، سبز، بنفش، اقیانوسی، دارچینی، ارغوانی و آبی کیهانی در بیارید. لازم به ذکره که این تعداد رنگ‌ها فعلا در آخرین به‌روزرسانی این سیستم عامل وجود داشتن و لذا ممکنه نسخه رسمی از تعداد رنگ‌های بیشتری هم پشتیبانی کنه. در حالی که فیلمبرداری از صفحه جزء اون دسته از قابلیت‌های قرار می‌گیره که با یک به‌روزرسانی ساده هم می‌شد اون رو دریافت کرد، اما گوگل ترجیح داد این کار رو نکنه و لذا کاربران برای فیلمبرداری از صفحه مجبور به دانلود برنامه‌های شخص ثالث بودن. اما بالاخره گوگل تصمیم گرفت به صورت پیش‌فرض چنین قابلیتی رو در اندروید 10 قرار بده که البته برای فعال کردن اون باید وارد تنظیمات گزینه‌های توسعه دهندگان یا دیولپر آپشنز بشید. از دیگر قابلیت‌های جذاب اندروید 10 حالت دسکتاپ اونه. تقریباً مشابه اون چیزی که سامسونگ به کمک دکس انجام میده. نحوه عمل کرده این قابلیت هم به این صورته که اگر گوشی خودتون رو به یک مانیتور خارجی متصل کنید، رابطه کاربری گوشی به حالت دسکتاپ در میاد و میتونید مثل یک کامپیوتر از گوشی خودتون استفاده کنید. البته در حال حاضر حالت دسکتاپ اندروید 10 از اون چیزی که دکس سامسونگ فراهم میکنه ضعیف‌تره و برخی از قابلیت‌ها و کاربردهای دکس در اون وجود نداره. با این اوصاف این تازه شروع کار گوگل در این زمینه است و لذا جای پیشرفت وجود داره. یکی از مشکلاتی که ممکن بود گریبانگیر گوشی‌های تاشو بشه، پشتیبانی نکردن یک سری برنامه‌ها از نمایشگرهای تاشو بود. البته با ورود سامسونگ و هواوی به این زمینه، اکثر توسعه دهندگان معروف برنامه‌های خودشون رو به چنین قابلیتی مجهز کردند. یکی از این توسعه دهندگان گوگل که اندروید 10 رو با پشتیبانی کامل از گوشی‌های تاشو طراحی کرد، در حالی که هنوز گوشی تولید نشده که بدون مشکل باز و بسته بشه و به عبارتی بشه به عنوان یک گوشی تاشو بهش اعتماد کرد، اما به لطف گوگل زمینه نرم افزاری اون کاملا فراهم شده. در اندروید 10 کنترل برنامه‌های پخش موسیقی و فیلم در نوار اعلانات بسیار آسان‌تر و کاربردی‌تر از قبل صورت می‌گیره، به این صورت که کنترل عقب و جلو بردن آهنگ یا پادکست هم به اون اضافه شده و اگر نکته‌ای رو جا انداختید یا دوست دارید مجدداً اون رو بشنوید، فقط کافی از طریق اعلانات این کار رو انجام بدید و دیگه نیازی نیست حتماً وارد برنامه بشید. در ادامه در ویدیوهای بعدی از دیگر ویژگی‌های این سیستم عامل و موارد مربوط به اون صحبت می‌کنیم.